سلام به الیل بیز سایدی خوش آمدید من دکتر خریری هستم و در این ویدیو برای شما روخانی و متون فارسی با زندگی نامه برادران رایت یا رایت برادرز رو در واقع روخانی میکنم برای آموزش زبان فارسی و تمرین روخانی همونطور که میبینید این در واقع فیچر ایمیج هست و آموزش زبان فارسی درباره برادران رایت با ویدیوی آموزشی که در 17 مارچ 2023 در واقع منتشر شده و نویسنده هم و در واقع مترجم هم خانم حاجر عزیز زنجانی هستند Table of Contents یا فهرست مطالب که روی هر کدوم از این قسمت ها کلیک بکنید روی اون قسمت خاص میتونید در واقع برید و اون قسمت رو مطالعه بکنید و در واقع درس رو شروع میکنم از روش شما میتونید در قسمت پایین این در واقع درس کامنت فرم سوالاتتون رو اگر داشته باشید مطرح بکنید و سوالاتتون از ما بپرسید و ما هم به همه سوالها جواب میدیم همچنین در قسمت دیسکریپشن اریای یوتیوب در واقع پایین همین ویدیو ما لینک این درس رو میگذاریم تا شما بتونید با کلیک کردن بر روی اون وارد همین درس بشید و اون رو مطالعه بکنید و بخونید خب شهرت برادران رایت پروازی که تنها دوازده ثانیه طول کشید اما این دوازده ثانیه تغییر بزرگی ایجاد کرد در 17 دسامبر 1903 دو برادر به نام ویلبر و اورویل رایت اولین پرواز شگفتانگیز با هواپیما را انجام دادند خب همونطور که میبینید در داخل درس هایپرلینک لینک هایی وجود داره مثلا برادر اگر روش کلیک بکنید تمام اعضای خانواده آشنایی با اعضای خانواده در فارسی رو میتونید مطالعه بکنید اگر بر روی هواپیما کلیک بکنید وسایل ارتباط در واقع وسایل نقلیه که باهاش میتونید از جایی به جایی دیگه برین که شامل هواپیما هست رو میتونید ببینید و غیره زندگی برادران رایت ویلبر رایت متولد سال 1867 و برادرش اورویل متولد سال 1871 هستند. هیچ کدام از برادران رایت از دبیرستان فارغ تحصیل نشدند. پس در واقع فارغ و تحصیل از دانشگاه نبودند ولی این جلوی پیشرفتشون رو نگرفت. خب بهتری ای که اینجا بگیم در واقع متولد 1871 بودند چون در حال حاضر که دیگه از دنیا رفتند. اه خب اه از دبیرستان فرق و تحصیل نشدند با وجود این رایت های جوان به کارهای مکانیکی علاقه مند بودند. آنها خودشان ریاضی و مهندسی را یاد گرفتند. این دو برادر این دو برادر رایت در سال 1892 یک مغازه در دیتون افتتاح کردند یا باز کردند و کارشون رو شروع کردند. آنها در مغازهشان دو چرخه های مختلفی می ساختند. پس معلومی که به کارهای مهندسی و ریاضی علاقه زیادی داشتند که دوچرخه سازی انجام میدادند چون به حال مهندسی هم باید کارهای ریاضی رو معادلات ریاضی رو تا اندازه زیادی بدونیم چه چیزی باعث علاقه برادران رایت به پرواز شد رایت ها به کارهای مخترع آلمانی اوتول لیلینتال در مورد طراحی و پرواز با گلایدر علاقه‌مند شدند. لیلینتال در سال 1896 در یک تصادف با گلایدر درگذشت. برادران تصمیم گرفتند یک ماشین پرنده بسازند. آنها گلایدرهای بزرگ را ساخته و آزمایش کردند. ساختن گلایدر با کنترل پرواز. برادران رایت گلایدرهایی با کنترل ساختند که امکان چرخاندن انتهای بالها را داشتند در نتیجه گلایدر رایت ها با تنظیم جهت پرواز پایدارتر بود با تنظیم جهت پرواز پایدارتر بود رایت ها در سال 1900 گلایدر بزرگی با بالهای 17 فوت یا 5 متر طراحی کردند این گلایدر به قدری بزرگ بود که یک نفر را حمل می کرد. آنها پروازهای خود را در نزدیکی شهر کیتی هاوک در سواخر کارولینای شمالی آزمایش کردند. این مکان به دلیل بادهای پیوسته از اقیانوس برای به هوا بردن گلایدر مناسب بود. به علاوه، گلایدر روی تپه های شنی سقوط میکرد که ایمنتر از برخورد با درختان یا زمین زمینهای سفت بود به این ترتیب ویلبر برای چند ثانیه با گلایدر پرواز کرد بعد از آن در سال 1901 رایت ها یک گلایدر چوبی با بالهای قوسی ساختند آنها گلایدر خود را بر روی تپه های شنی بزرگتر در کیل دیویل هیلز آزمایش کردند. این گلایدر با بالهای قوسی پایداری بیشتری داشت. همچنین دارای کنترل های دستی برای کنترل حرکت بالا و پایین بر روی دم بود. رایت ها به تلاش خود برای طراحی گلایدر با ثبات یا ثبات و کنترل بیشتر ادامه دادند. آنها یک سکان متحرک به پشت گلایدر برای کمک به هدایت اضافه کردند. آزمایش های آنها بسیار موفقیت آمیز بود. برای همین برادران رایت مصمم شدند یک ماشین پرنده با موتور بسازند که برای اولین بار بود. ساخت اولین موتور پرواز توسط برادران, برادران رایت که در واقع هواپیما رو به شکل اول در واقع به اولین شکل خودش تونست بسازه. تونستند بسازند. برادران رایت اولین موتور چهار سیلندری را برای هواپیمای خود ساختند. هواپیمای آنها 750 پوند یا 340 کیلوگرم وزن داشت. بالهای آن به طول چهل فوت یا دوازده متر بود آنها ملخ هواپیما را نیز طراحی کردند در هفته دسامبر 1903 اورویل اولین پرواز موفقیت آمیز را با 12 ثانیه پرواز انجام داد. ویلبر نیز در آخرین پرواز در آخرین پرواز 59 ثانیه در هوا ماند و 852 فوت یا 260 متر را طی کرد. رایت ها چگونه پرواز را متداول کردند؟ رایت ها یعنی همون برادران رایت به تکمیل هواپیمای خود ادامه دادند. آنها ماشین های خلبانی را با موتورهای قویتر آزمایش کردند. این هواپیماها پروازهای طولانیتر و چرخشهای تندتری داشتند رایت ها در سال 1909 شرکت خود را برای ساخت هواپیما تشکیل دادند. در آن زمان آنها هواپیمای, هواپیمای پایدار برای یک پرواز 20 مایلی یا 32 کیلومتری تولید کرده بودند. سفارش هواپیما از کشورهای سراسر جهان برایشان ارسال می شد. رمز موفقیت برادران رایت برادران رایت تحصیلات دانشگاهی نداشتند. با این وجود آنها با مطالعه و یادگیری شخصی به موفقیت های بزرگی دست یافتند. رایت ها با کنجکاوی، نوآوری و تلاش مداوم بدون ناامیدی به موفقیت رسیدند. برادران رایت خستگی ناپذیر بودند، یعنی خسته نمیشدند، بسیار پشت کار داشتند. آنها با اعتماد به نفس به کارشان ادامه می دادند. ویلبر در سال 1912 با بیماری حسبه درگذشت. اورویل شرکت را در سال 1915 فروخت. او بیشتر وقتش را صرف تحقیق و مطالعه درباره مکانیک کرد. اورویل قبل از مرگش در سال 1948 جوایز بسیاری را برای کارهایش دریافت کرد. خب حالا میرسیم به واژگان و اصطلاحات فارسی که توی درس استفاده شده شهرت مشهور شدن شناخته شدن معروف شدن افتتاح کردن باز کردن متداول کردن رواج دادن مرسوم کردن سقوط کردن پایین افتادن صرف کردن زمان گذاشتن وقت گذاشتن دریافت کردن گرفتن مصمم بودن جدی بودن ثبات یا ثبات پایداری دوام و به پرسش های زیر پاسخ بدید که میتونید در قسمت کامنت در پایین این درس اونها رو بنویسید و ما به همه اونها جواب بدیم همه جواب های شما پرسش های شما و فیدبک یا بازخورد لازم رو به شما ارائه میدیم شهرت برادران رایت برای چه بود؟ این شو پرسش شماره یک هست و پرسش شماره دو چه چیزی برادران رایت را به ساختن ماشین پرواز مشتاق کرد؟ سه دلیل موفقیت رایت ها چه بود؟ چهار اولین پرواز رایت ها چقدر طول کشید؟ پنج به نظر شما تحصیلات دانشگاهی چقدر در موفقیت شغلی تاثیر دارد؟ خب میرسیم به کتگوری اینها در واقع متاباکس باکس هستش یا اطلاعات تکمیلی که پایین هر درس شما میتونید ببینید که توی این کتگوری در واقع این درس در کتگوری Learn Persian Online with 400 Persian Lessons Plus Videos تا طبق بنده شده و همچنین تگ هایی که در این درس وجود داره آموزش زبان فارسی به بزرگ سالان این مناسب هست روی هر کدوم از اینها کلیک بکنید درس های مشابه رو میبینید و همچنین آموزش زبان فارسی به نوجوانان این برای کودکان مناسب نیست برای بزرگسالان سالان و نوجوانان آموزش واژگان و اصطلاحات فارسی به غیر فارسی زبانان تمرین خواندن در فارسی سطح متوسط فارسی مسافرت و موفقیت اینها کلید واژه های یا تگ هایی هستند که روی هر کدوم کلیک بکنید درس های مشابه رو میتونید ببینید و همچنین آثر باکس رو که در واقع میبینید این نوشته ترجمه ای در واقع خانم هاجر عزیز زنجانی هستش و برای اینکه درس هایشون ایشون رو ببینید میتونید به بر روی این لینک کلیک بکنید authors posts and articles related lessons رو هم related posts رو هم میتونید ببینید که آموزش زبان فارسی رایگان را با 400 درس فارسی و ویدیو همچنین آموزش زبان فارسی درباره ماریکوری و داستان اولاغ تنبل و بار نمک اینجا هم قسمت کامنت فرم for هستش که ارز کردم میتونید کامنتتون رو اینجا بذارید و ما به همگی اونها جواب میدیم خب خیلی متشکرم از توجه شما امیدوارم از این درس فارسی لذت برده باشید و براتون جالب بوده باشه و در واقع همچنین شما میتونید به عنوان آثر و تیچر به کمیونیتی ما جوین بشید و در واقع جزء تیم کاری ما باشید خیلی متشکر شب و روزتون خوش و خدا نگهدار